سلام، من سینا رو هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید از بازی فورتنایت. بعد از گذشته 8 روز که ما هیچ ویدیو خبری نداشتیم از بازی فورتنایت، دیگه اینترنت ها قطع بودم و کلن من توی ویدیو جدا که آپلود کردم دیروز بهش پرداختم. نمیخوام اصلا تو این ویدیو بهش بپردازم. تو این ویدیو خبرهای خیلی جالبی دارم از ایونت های فورتنایت که قراره برگزار بشن، از زمان فصل بعد که قراره کی شروع بشه و این فصل کی تموم بشه که خبر خوب دارم برای شما. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید که خیلی خبرهای خوب دارم تو این ویدیو. اسکین مخفی این فصل به صورت کامل تو فایل بازی هست و من همه رو به شما نشون میدم. و از همه مهمتر، ایونت کریسمس نزدیکه و تمام جزئیات ایونت کریسمس رو برای شما میگم که قراره چه چیزی اتفاق بیفته و چه جایزه هایی شما دریافت میکنید. مثل همیشه لایک یادتون نره و اون ساب هم بزنید به همراه زنگوله کنارش و یادتون نره که از کد سینایرو در آیتم شاپ استفاده کنید. میدونید که فورتنایت بعد از چند وقت که فورتنایت رو کلا دست نزنی یا اینکه خودت دستکاریش نکنی، کریتر کد رو حذف میکنه که زدید شما تو آیتم شاپتون. پس یادتون باشه که حتما اونجا سینایرو رو بزنید، چون فورتنایت الان فکر کنم که برداشته باشه، چون بعد از چند روز خود به خود میره. پس حتما اونو بزنید. مرسی ازتون و بدون هیچ مطلی دیگه بریم ببینیم تو این ویدیو چه خبره. خب اولین خبر رو میخوام با دوتا خبر خوب شروع کنم که واقعا فکر کنم تو این روزایی که اینترنت نبوده شما خیلی خیالات داشتید که ریوارداتون رو از دست میدید یا اینکه کلا چلنجا رو نمیتونید انجام بدید تو وقت کافی. خبر اول مربوط به تموم شدن فصله که فورتنایت سه ماه فصل رو عقب انداخت که خیلی عالیه. تا 6 فوریه شما وقت دارید که کلا چلنجاتون رو انجام بدید، چیزای جدید رو به دست بیارید و لولتون رو ببرید بالا، که خیلی وقته دیگه. اون زمانی که شما نیاز داشتین رو دارید و دیگه خیلی از این ورم شانس آوردید. به نظر من فورتنایت این کار کرده که دیگه میخواد فصلاش رو فکر کنم طولانی تر کنه نسبت به فصلهای قبلی که توی چپتر 1 داشت. حالا دیگه نظر خود فورتنایت، معلوم نیست فصلهای بعد چه کار میکنه، چون معمولا همه فصلاش رو فورتنایت چند روزی اضافه کرده، برای همین دیگه زمان اصلی نمیذاره که ما کی سیزن بعدو میبینیم و توی بازی هم شما نمیتونید ببینید. و خبر دوم که خیلی خبر عالیه اینه که پچ نوتس با این آپدیت هفته قبل برگشته به بازی، یعنی اینکه فورتنایت میگه که تو این بازی من دارم چیکار میکنم، چی رو حذف کردم، چی رو اضافه کردم، که واقعا خبر خوبیه. پچ نوتس واقعا ما نیاز داشتیم که تو بازی باشه، چون خیلی ها از پچ نوتس میفهمن که تو بازی چه خبره، شاتگان دمیجاش چجوری شده، قراره چه چیزایی به بازی اضافه بشه و خیلی از چیزای دیگه. این دوتا خبر خوبو خواستم که به شما بگم و خیالتون رو راحت کنم. برسیم به خبرهای خیلی باحالمون که در مورد چیزای مختلفه. اولین خبر برمیگرده به داستان بازی که مربوط به لودینگ اسکرین های توی بازی هستن که با این آپدیت جدید به بازی اضافه شدن. لودینگ اسکرینی که روی صفحه میبینید جنگ اسکرچ با ایت باله که آلتر ایگو در برابر همان دو تا شخصیت همشکل، ولی یکی خوب و یکی بد، که دارن با هم می جنگن. حالا نمیدونیم داستانش قراره چی بشه. و لودینگ اسکرین دومی که میبینید شخصیت های ایگو دارن از دست آلتر فرار میکنن و فرارشون هم موفقیت آمیز بوده. اونور هم اسکین تاکسیکو میبینید که وایستاده و این پاسیل نوشابهی ما هم که داره از اونور میفته و نشون میده که به هم رسیدن و درگیر شدن. با اضافه شدن به زمان فصل جدید و اومدن فصل جدید در 3 ماه که خیلی وقت زیادیه، فکر کنم داستان بازی رو فورتنایت خیلی دیگه بخواد کش بده و همینجوری نباشه که فورتنایت بیاد داستان رو تیکه تیکه سری بذاره و ما ببینیم. فکر کنم چیزهای مختلف بیشتری رو بذاره. و برسیم به لودینگ اسکرین سوم که خیلی چیزهای مهمی توش هست. میتونید این شخصیت روی صفحه ببینید که این شخصیت تو گاتم سیتی فورتنایت در فصل قبل بود که یکی از شخصیتهایی بود که قرار بود بیاد به بازی و نوشته بود سون، شبیه یک کلن پوستر فیلم بود که اومد به بازی. خیلی اهمیت ندادیم اومد و بعضی ها گرفتنش، اسکین بدی نیست، خیلی هم خوبه، ولی باید به نکته های توجه کنیم که دو تا نکته خیلی مهم توی این لودینگ اسکرین هست. یک طوفان بزرگ در راهه که میتونید روی صفحه بزرگترش رو ببینید. و دو، اسکین مخفیه
این فصلم به نمایش در اومده که من در موردش کامل توضیح میدم. حالا من خبرهای خیلی بیشتری هم دارم، اسکین مخفی که روی صفحه به نمایش در اومده و خیلی چیزهای دیگه هم که قراره با این لودینگ اسکرین بیاد، نشون میده که یه چیزهای مربوطه به داستان بازی و یه جورای رئیس گروه آلتر هستن، گروه بد داستانمون. من اسکین مخفی این فصل هم به شما نشون میدم، ولی قبلش میخوام به شما کریسمس رو بگم که ایونت کریسمس در راه و مپ داره کم کم برف میاد. کلیپی رو میتونید الان ببینید روی صفحه. که داره کم کم برف میاد و برف همینجوری زیاد میشه که اینجا ما باید دقت کنیم که این طوفانه همون طوفان برای اومدن برف توی بازی برای ایونت کریسمسه. فکر نکنید که همینجوری کریسمس میاد و مپ برفی میشه. دفعه قبل پادشاه یخی مپو برفی کرد با کلن کاری که انجام داد و لایو ایونت بود. نمیدونیم که این لایو ایونت هست یا نه، بعضی لیکرا میگن هست و بعضی ها میگن نیست و همینجوری فورتنایت با یه آپدیت کلن مپو برفی میکنه، ولی فکر کنم بخواد لایو ایونتی باشه. امیدوارم که لایو ایونت باشه که ما هم لایو میریم ایونتشو تا با هم به صورت لایو ببینیمش. خلاصه چیزهای مختلفی در مورد کریسمس داره به بازی اضافه میشه. اسکینای کریسمس تو فایلای بازی هستن که میتونید چند تاشونو ببینید روی صفحه. همونطور که دیدید خیلی اسکینای باحالی هستن. حالا یکی از اسکینها فقط سرشو برداشتن از این توپای شیشه‌ای بهش اضافه کردن، حالا شبیه اسکینای دیگه‌ای هست تو بازی. به هر حال اسکینای خیلی خوبی هستن که قراره به بازی اضافه بشن، ولی فقط همین نیست، قرار اسکینای بیشتری از کریسمس اضافه بشن. اینا فقط بخش ابتداییشه که تو این آپدیت اومده، ولی بخش‌های دیگه هم قراره اضافه بشن. من چیزهای مختلف دیگه هم دارم از این ایونت کریسمس، مثل چیزهایی که توی بازی الان پیدا میشن، شبیه گوزن هستن توی بازی، میتونید روی صفحه ببینید. و صدای مربوط به بتل باس کریسمس که صدای حالت کریسمسی داره که بریم بشنویم و بیایم. خب همونطوری که شنیدید مثل همیشه تغییر داده فورتنایت و قراره ما چنین چیزی رو توی بازی ببینیم. ایونت کریسمس بچه ها بدون ریوارد نخواهد بود. تو ایونت کریسمس و سال نو ما چندین روز پشت سرم ریوارد و جایزه خواهیم داشت که پشت سرم شما با انجام چلنج ها یا چیزهای دیگه میتونید بگیرید، مثل رپ، مثلا بک بلینگ که دفعه قبل بک بلینگ داد، مثل گلایدر، مثل پیکاکس، خیلی چیزهای دیگه که شما میتونید به دست بیارید در زمان ایونت سال نو کریسمس که چندین روز به طول می انجامه و فکر نکنم این دفعه بخوان مثل هالووین اینقدر سریع تمومش کنن. این خیلی طول میکشه و شما میتونید چیزای کاملا رایگانو به دست بیارید، چه بتل پاس داشته باشید چه نداشته باشید، این دیگه کاملا رایگانه. حالا باید ببینیم که این ایونت کریسمس که اومدن برف به مپ به صورت کامل لایو هست یا نیست. فعلا خیلی سر این سواله که فورتنایت میخواد لایو برگزار کنه یا نه. به احتمال زیاد اگه بخواد لایو برگزار کنه خودش توی بازی میگه، توی کلن توییترش میگه که قراره چنین چیزی بشه تا ما آماده باشیم. به هر حال این دفعه هم فورتنایت به نظرم بهتر کنه و بعد از این چند وقتی که کلن کاری نمی کرد و به ما پچ نوت نمی داد و الان داره جدیدم میده، فورتنایت خیلی باحالتر بشه با ایونت هایی که قراره برگزار کنه. و خیلی ایونت های دیگه ای هم هست که من تو ادامه ویدیو در موردشون صحبت میکنم. حالا میخوام در مورد اسکین مخفی صحبت کنم که مربوط به انجام دادن چلنج هشتم بازی فورتنایت، ویک هشتم بازی فورتنایت، که زمانی که اومد شما میتونید چلنج رو انجام بدید و این اسکینی که روی صفحه میبینید و به دست بیارید. این اسکین بین تو بازی اسمش، ولی اسم اصلیش که توی بازی شما قراره ببینید سورآناه، که حالا شبیه سورناه ولی دیگه سورآنا اینجوریه که سور اضافه شده به آنا، که یکی از شخصیت‌های بده، چون اگرم نگاه کنید توی قسمت گروه آلتر قرار داره. و این اسکین
حالت‌های مختلف داره، یعنی شما میتونید پیکاکسش رو به دست بیارید، شما میتونید حالت‌های مختلفش رو با انجام دادن چالنجایی که روی صفحه میبینید قسمت‌هایی ازش رو که باید برید تو قسمت‌های مثلا G1 G2 از اینجور چیزا و حالت‌های مختلفش رو باز کنید. چندین تا حالت داره که خیلی باحالن، ولی من یه جوری احساس میکنم که مثلا اسکین‌های این چند فصل قبل از این اسکین بهترن و این یکم اسکین ساده‌تری میزنه. مثلا فورتنایت انگار برگشته زمانی که ویزیتور رو داد و همه گفتن ویزیتور خیلی قیافه بدی داره تو بازی. به هر حال اسکین خوبی میشه چون اسکین‌های مخفی اسکین‌های باحالین و این اسکین‌های مخفی در داستان بازی دخالت دارن. پس اینو توجه کنید که این اسکینی که قراره بیاد، این شخصیتی که قراره بیاد در داستان بازی دخالت داره، مثل اسکین مخفی فصل قبل که ویزیتور یا ویزیتور قبلی که در داستان بازی دخالت داشت، این اسکین هم حتما دخالت داره. هیچ ویدیوی سینایروی بدون نشون دادن اسکین در داخل بازی نمیشه. اسکین تریکر این کار رو انجام داده و توی بازی به نمایش در آورده. بریم ببینیم و برگردیم. خب همونطور که دیدید اسکین بدی نمیاد، من نظرمو عوض میکنم، اسکین خوبیه به نظر من و حالا برای بچه‌هایی که بتل پاس دارن کاملا رایگانه و شما با انجام دادن چالش ویک 8 میتونید این اسکینو به دست بیارید. این بود از اسکین مخفی که میخواستم در موردش برای شما صحبت کنم که واقعا دیگه این چند روزه خیلی خبر اومده، چند وقت بود که از فورتنایت عقب بودیم، ولی من میخوام توی این ویدیو همه رو برای شما پوشش بدم. دو تا تفنگ خیلی باحال به بازی اضافه شده و فورتنایت دیگه خواسته هیوی آسول رایفل رو یه جوری دیگه برگردونه. بله درست شنیدید، هیوی آسول رایفل قراره به یه شکل دیگه برگرده که خیلی باحال، صداش باحالتره، خیلی بهتره و خیلی هم قشنگتره. میتونید روی صفحه عکسش رو ببینید. من هم صداشو دارم و هم داخل بازی چجوریه رو دارم که از هایپکس. بریم ببینیم و بشنویم و برگرد. خب همونطور که دیدید و شنیدید خیلی باحال این تفنگ و دمیجش هم بالاست، یعنی اینکه از اون تفنگایی که بزنی داغون میکنیه، ولی باید با دقت بزنید. پس توجه کنید که با دقت بزنید و امیدوارم یکی از تفنگای عالی توی بازی بشه، چون معمولا فورتنایت یه چیزی رو اضافه میکنه خیلی اعتراض میکنن، خیلی ها میگن خوبه، از اینجور چیزا داره که فورتنایت معمولا هضم میکنه بعد از مدتی. امیدوارم اینجوری نشه. خیلی وقت ما تفنگ درست حسابی نداریم غیر از این AR و سمی آسول رایفل که همش تیک 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 میزنه که اعصاب آدمو به هم میریزه و من به نظرم من اصلا خوشم نمیاد از اینجور تفنگا و به نظر من این هیوی خیلی خوبه که اضافه بشه. و اسکوپت AR جدید قراره به بازی بیاد، حالا میتونید روی صفحه ببینید، اطلاعات بیشتری از این منتشر نشده، مثل صداش یا اینکه کلن تو بازی چه شکلیه. به نظر من ری اسکینه، یعنی حالا شکل تفنگو تغییر دادن که بازی تازه تر بشه. مثلا شکل پامپو اگه دیده باشید که تغییر دادن تو فصل جدید، اینم تغییر دادن که شکل تازه تر و مدرن تری داشته باشه که بازم به نظر من عالیه و فکر میکنم باید با همه تفنگا این کارو انجام بده. این بود از موضوع تفنگا. برسیم به موضوع ایونتی بعدیمون. قرار یک ایونت بزرگ به نظر میرسه که در ریسک ریلز اجرا بشه. اگر به ویدیو خبری من که برمیگرده به 8 روز نگاه کرده باشید، میبینید که یک کاری رو فورتنایت توی این صفحه سینمای ریسک ریلز انجام داد، این لامایی که به نمایش در اومد و داشت یه چیزی رو امتحان میکرد که آیا میشه روی این صفحه نمایش چیزی رو نشون داد که فورتنایت دید میشه و این کارو انجام داد. الان هم داره یه کارهای دیگه ای رو انجام میده، میتونید روی صفحه ببینید رنگاش داره پشت سر هم تغییر میکنه توی بازی، به خاطر اینکه میخواد تغییرش بده و یه چیزی رو روش اجرا کنه. و فقط همین نیست، خیلی از موضوعات دیگه هم هست که قراره به بازی اضافه بشه. داره یه تغییراتی روی ماشین های ریسک ریلز انجام میشه که خیلی باحاله و خیلی ها رو به فکر فرو برده که چندین تا استیج داره، یعنی قدم به قدمه. مثلا اگر ساخت موشک ویزیتور رو با این مقایسه کنیم، مثلا ویزیتور یه قسمتش رو ساخت بعدن یه قسمت دیگه‌ش رو ساخت، اینم داره تیکه تیکه با جرثقیل ها ماشین ها جابجا میشه که من عکسایی از استیج های مختلفش دارم که بریم ببینیم و برگردیم.
خب همونطوری که دیدید به نظر میرسه که داره ایونت کم کم اتفاق میفته. خیلی ها دارن اینو به گیم اواردز نسبت میدن که فورتنایت به نظر میرسه که جایزه‌شو بتونه ببره، مخصوص مثلا شرکت‌های بازی است و بازی‌های مختلف که مثلا جایزه میبرن اونجا. فورتنایت شاید میخواد اونو به صورت نمایش لایو توی بازی به نمایش در بیاره که بازیکن‌های فورتنایت توی بازی ببینن، یا اینکه بخواد کارهای دیگه‌ای رو انجام بده، مثلا فیلم‌های کوتاه بچه‌ها رو نشون بده توی بازی، یا اینکه کلاً داره یه ایونتی اونجا اتفاق میفته در مورد آلتر ایگو. حالا باید ببینیم تو روزهای آینده چه بلایی سر این موضوعات میاد و ما قراره چه چیزایی ببینیم. این جرثقیله کلاً در حال کار و ماشینا رو داره اینور اونور می‌بره، داره اسقاطیشون می‌کنه در کل. خیلی وقت هم ماشینا اونجا. خب بچه‌ها امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. بعد از 7 روز ویدیو خبری داریم که خیلی خوشحالم، خیلی دلم تنگ شده بود برای شما و ویدیوهای خودم هم که واقعا خوشحال شدم که دوباره میتونم این کارو انجام بدم. همتون عشقید، لایک مثل همیشه فراموش نشه و اون سابم بزنید اگر میخواین ویدیوهای بیشتری از من ببینید، و اون نوتیفیکیشن که زنگوله کنار سابم حتما بزنید، و منم در اینستاگرام دنبال کنید چون من خبرهای جدید اونجا هم قرار میدم زمانی که تو ویدیوام نذاشته باشم. و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.